سلام. اذا زلزلت الارض زلزالها، چرا باید این سوره اینقدر در ذهن من تکرار بشه، اونم در این زمان؟ به خاطر زلزله ترکیه شاید، اما بدونین آخرت با زلزله بزرگ آغاز میشه. و اگر در این زلزله‌ای که مثلا زلزله تهران باشه ما بمیریم، غیر از این هست آخرت برای ما آغاز میشه؟ در این پیام به پولدارها، به اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، پولدارم یعنی اون کسی که بیشتر از نیازش، بیشتر از مصرفش داره، بیشتر از یه خونه، یه ماشین، لباسایی که تو طول هفته استفاده میکنه، بیشتر از اینا لباس داره، بیشتر از طلا و جواهری که آویزون میکنه داره، بیشتر از پولی که به عنوان رفع و رجوع برای یک اتفاق بد، مریضی یا ثبت نام یک کلاس داره. اینا همه کسانی هستن که فرهوبه ها هستن، منتظر انتقام باشن. من بارها گفتم، پای این حرفم هم هستم با تمام وجود، پولدارها حتما در جهنم هستند. ما منطقه مرفه نشین تهران به معنای واقعی کلمه جهنمی داریم. برن اقدام کنن. من به همه اونها میگم جهنمی و پای این حرف هستم. شما پولتون از کجا آوردید؟ منتظر باشید. فکر میکنید برید ترکیه؟ اونجا اجر سراغتون نمیاد. شاید برید یه دونه کشوری که اصلا زلزله خیز نیست. حتما از مرگ ایمن هستید. جهنم وعده حتمی خدا به شماست. اگر مردم امروز اعتراضات دارند، من 90%شون مشکل رو به گردن شما میندازن که از یه حکومتی که سرکوبگره به صورت غیر مستقیم، که از هر مستقیمی مستقیم تره، داره حمایت میکنید. نه دین دارید، نمیذارید مردم دین داشته باشن. شما هم کنار همون کسایی که به مردم ظلم میکنن در جهنم ابدی خواهید بود. با تمام اعتقادم میگم، با تمام تقوام میگم و برای عذاب شما دعا میکنم. همتون.